یک کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. هرودوت چنین گوید: وقتی که آریستون در مجلس افورها بود، یکی از خدمه او مژده آورد که زنش پسری زاییده و او با انگشت‌ها حساب کرده و فریاد زد: قسم به خدایان که این مولود جدید پسر من نیست. در این موقع رجال مزبور توجهی به این حرف نکردند، ولی بعدها که پسر بزرگ شد، آریستون همواره نادم بود که چرا چنین حرفی زده. این پسر که دمارات نام داشت بعد از آریستون پادشاه اسپارت گردید، ولی حرف پدرش اسلحه‌ای در دست دشمنانش بر علیه او شد. در این زمان شخصی به نام لئوتی خید با دمارات خصومت می‌ورزید، زیرا او نامزده این شخص را قدارانه رو بوده و ازدواج کرده بود که علمن از موقع استفاده کرده او را محرک شد که با دمارات دشمنی ورزیده و بگوید که چون او پسر آریستون نیز پادشاهی او بر اسپارت برخلاف قانون است. دلیلی که او اقامه کرد همانی بود که پدرش یعنی آریستون در حضور جمعی از رجال اسپارت زده بود و حالا لئوتی خید آنها را به شهادت می طلبید. در سر این مسئله منازعه در گرفت و بالاخره اسپارتی ها تصمیم کردند به غیبگوی معبد دلف رجوع کرده و بدانند که دمارات پسر آریستون هست یا نه. کلئومن شخصی را کوبون نام که در معبد دلف متنفذ بود به طرف خود جلب کرد و او از پیتی غیبگو خواست که جواب را موافق میل کلئومن بدهد. پیتی چنین کرد و در نتیجه دمارات از پادشاهی افتاد و لئوتی خید به جای او نشست. سپس واقعه ای روی داد که از جهت آن دمارات فرار کرده و نزد پارسی ها رفت. توضیح آنکه او پس از سلطنت شغلی قبول کرد که انتخابی بود و در ایدی لئوتی خید به یکی از خدمه خود سپرد از دمارات بپرسد که شغل جدید او پس از پادشاهی چطور است. دمارات از این توهین سخت بر خود پیچید و گفت: من هر دو شغل را داشته ام، اما لئوتی خید هنوز حس نکرده که این سؤال هزاران بلیه یا هزاران خوشی برای لاسدمونی ها تدارک خواهد کرد. پس از آن کلاهش را بر سر گذارده از مجلس بیرون رفت و به خانه برگشته و برای خدای بزرگ حیوانی را قربانی کرد. سپس مادر خود را طلبیده و موافق عادت اسپارتی ها قسمتی از روده های حیوان را به دست او داده و چنین گفت: مادر، تو را به زئوس حامی خانواده ما سوگن می دهم که حقیقت را بگویی و بگویی که پدر من کیست. لئوتی خید در حین محاکمه می گفت:
وقتی که تو به خانه آریستون آمدی حامل بودی. دیگران حرفهای دیگر میزنند و گویند که پدر من خرکچی بوده. تو را به خداها قسم میدهم که این حقیقت را بگویی. اگر همچنین کاری کرده ای تو تنها نبوده ای. بسیاری از زنان از این کارها کرده اند و در اسپارت خیلی شایع است که آریستون نمیتوانست اولادی داشته باشد و الا از زنهای سابق خود میداشت. مادر دمارات پس از شنیدن حرفای او چنین جواب داد: بچه ام، چون تو میخواهی حقیقت را بدانی، من آنچه بوده برای تو آشکار میکنم. پس از آن که من به خانه آریستون آمدم، شب سوم شخصی به خوابگاه من آمد و تاج گلی بر سر من نهاد. پس از آن آریستون به اتاق من آمد و پرسید که این تاج گل را چه کسی به تو داده؟ گفتم خودت، زیرا این شخص کاملا شبیه او بود. آریستون انکار کرد و بعد از قسمهای من فهمید که این شخص روح آستراباک پهلوان معروف بوده، زیرا تاج گل را از مکان مقدس او برداشته بودند و فالگیرها هم این زن را تأیید کردند. حقیقت مطلب این است. حالا تو پسر آریستون هستی یا زاده خدا من نمی دانم، ولی استنادی که به حرف آریستون کرده می گویند که او گفته زن زودتر از 10 ماه نمی زاید. این غلط است و این حساب از اشتباه آریستون حاصل شده، زیرا زن در ماه 9 یا 7 می زاید و من تو را در ماه 7 زاییدم. خود آریستون هم بعدها فهمید که اشتباه کرده و حقیقت این است. بچه من، حرفهای مردم را باور نکن و بگذار زنها برای دیگران مانند لئوتیخید و غیر اولادی از خرکچیها بزایند. پس از آن دمارات به عنوان این که می‌خواهد به معبد دلف برود حرکت کرده به زاسینت رفت. برای لاسدمونی ها سوء زن حاصل شد که دمارات می‌خواهد فرار کند و او را تعقیب کرده و خدم اش را گرفتند، ولی اهالی زاسینت او را فراری دادند. پس از آن او نزد داریوش رفت و شاه او را خیلی گرم پذیرفت و املاک و شهرهای زیاد به او داد. بعدها در اسپارت تحریکات و دسائس کلئومن بر ضد دمارت افشا شد. او از ترس اسپارتی ها فرار کرده به تسالی رفت و از آنجا به آرکادی در آمده و خواست شورشی در آنجا برپا کند. اسپارتی ها چون این را بشنیدن، او را طلبیدن که باز پادشاه آنها باشد. او برگشت و چیزی نگذشت که دیوانه شد. هرودوت گوید که پیش از آن هم عقل درستی نداشت، زیرا همین که یک نفر اسپارتی را می دید چوبی به صورت او پرتاب می کرد. بالاخره اقوام او جمع شده و حبسش کردند. روزی در محبس دید که از مستحفظین به جز یک نفر کسی نیست. شمشیر او را خواسته، بعد از اصرار زیاد گرفت و از پاها شروع کرده بدن خود را قطعه قطعه برید تا آنکه به شکم رسید و مرد. یونانی ها عقیده دارند که این خودکشی مکافات عمل او بود، زیرا پیتی را اغوا کرد که افترا به دمارات بزند. آتنی ها گویند که او از خوردن شراب زیاد به چنین حال افتاده و جهت شرابخواری او را چنین بیان می کنند. چون سکاها می خواستند با اسپارتی ها متحد شده انتقام از داریوش بکشند، سفرایی به اسپارت نزد کلئومن فرستاده و قرار دادند که سکاها از طرف رود فاز لشکر بکشند و اسپارتی ها از افس به آسیای اولیا درآیند. در آنجا قشون متحدین به هم پیوسته و به ایران حمله کنند. در ضمن این مذاکرات پادشاه اسپارت روابط بسیار نزدیکی با سکاها یافت. هرودوت اشاره به روایت ننگینی هم می کند و کلئومن شراب خوردن زیاد را از سکاها آموخت، زیرا مانند سکاها شراب خالص می خورد. بعدها این عادت باعث شد که او جنون خمری یافت. اسپارتی ها گویند
که از آن زمان به بعد هر زمان می‌خواهند شراب خالص بیاشامند می‌گویند تقلید از سگاها کنیم. بر اثر کشف حقیقت کوبون که پیتی را به افترا تحریک کرده بود از معبد اخراج شد و این زن غیبگو هم معزول گردید. این از مضمون نوشته های هرودوت. بعد چنان که بیاید دمارات در دربار ایران بود تا خشایارشا به تخت نشست و با این شاه به یونان رفت. از گفته های هرودوت که با این تر بیاید واضح است که دمارات میخواسته اسپارت تابع ایران گردد و او پادشاه دست نشاندگی آن. جنگ اول ایران با یونان. به قول هرودوت در خلال این احوال شاه پارس مشغول کارهای خود بود و یکی از خدم اش دائما یادآور می شد که شاه آتنی ها را فراموش نکند. طرفداران پیزیستراد هم همواره افترا و تهمت به آتنی ها می زدن. گذشته از تمام این جهات خود داریوش هم در صدد بود از موقع استفاده کرده و یونانی هایی را که آب و خاک نداده بودند تنبیه کند. با این مقصود او مردونیه را از این جهت که بهره‌مندی نداشت معزول کرده و برای سرداری قشونی که میبایست با ارتری و آتن جنگ کند شخصی به نام داتیس نامی و ارتافن و پسر ارتافن یعنی برادرزاده خود را معین کرد. داریوش دستورش این بود که سرداران مزبور اهالی ارتری و آتن را گرفته و نزد او آرند. آنها به جلگه آلیانی واقع در کلیکیه رفته و با پیاده نظامی به عده زیاد که خوب مسلح بود در آنجا اردو زدند. چون بحریه ای که مردمان گوناگون تهیه کرده بودند آماده بود و سپاهیان و اسبها را به کشتی ها نشانده و با 600 کشتی تریرم عازم یونیه شدند. از اینجا آنها به هلسپون و تراکیه متوجه نشدند بلکه از جزیره ساموس راه را برگردانیده از طریق دریای ایکاری از جزیره ای به جزیره ای رفتند. مقصود جزایر سیکلاد است و هرودوت گوید به عقیده من سرداران مزبور این راه را اختیار کردند تا از دماغه آتوس که باعث آنقدر خسارت قشون ایران در سال قبل شده بود احتراز کنند. پارسی ها در ابتدا به جزیره ناکس پرداخته و آن را گرفته و از اهالی آنها ایرا که فرار نکرده بودند اسیر کردند. بعد از این جزیره به جزایر دیگر رفتن و وقتی که به جزیره دلوس که معبد مقدس یونانی ها در آنجا بود نزدیک شدن خبر رسید که اهالی این جزیره فرار کرده به تنوس پناهنده می شوند. بر اثر این خبر داتیس فرمانده قشون امر کرد که کشتی ها به دلوس نروند و در جزیره رنه که در مقابل آن واقع بود لنگر اندازند. سپس جارچی هایی نزد اهالی دلوس فرستاد که جار بزنند. مردم مقدس، چرا فرار می کنید؟ مرا درست به جا نیاورده اید. من خودم آنقدر عقل دارم و شاه هم به من امر کرده به صفحه‌ای که مولد آپالون و دیانست دست نزنم. این صفحه و مردم آن را محفوظ بدارم. به خانه های خود برگردید و مزار را شخم زنید. پس از آن داتی 300 تالان کندور در محراب این معبد مقدس سوزانیده به طرف ارتری راند. هرودوت در اینجا گوید پس از رفتن داتیس از جزیره دلوس زمین لرزه ای در آنجا روی داد و گویند که تا زمان ما این یگانه دفعه ای بود که زلزله واقع شد. به عقیده من این حادثه معجزه ای بود، یعنی خدا خواست یونانی ها را از بلایاتی که در پیش داشتن آگاه کند. واقعا در زمان داریوش پسر ویشتاس و خشایارشا پسر داریوش و اردشیر پسر خشایارشا در مدت این سه نزل که یکی بعد از دیگری آمد یونان بلیاتی دید که قبل از آن در مدت 20 نزل ندیده بود. بعضی بلیات از پارسی ها بود و برخی از اقویای مردمان یونان که برای برتری با هم در جنگ شدند. پس جای حیرت نیست که دلوس دچار زمین لرزه گردید.
و حال آنکه سابقاً بسمتین و محکم بود و درباره دلوس چنین پیشگویی کرده اند. من آن را به لرزه درآوردم و حال آنکه سابقاً استوار بود. سپس مورخ مذکور گوید اسامی مذکوره یعنی اسامی سه شاهی که ذکر شد به زبان یونانی دارای این معانی است: داریوس یعنی رام کننده، کزرکس جنگی، آرتا کزرکس جنگی بزرگ. اگر شاهان مذکور را در زبان ما چنین می نامیدن غلط نبود. پس از آن پارسی ها به جزایر دیگر رفته و اهالی را مطیع کردن و قسمتی از اهالی را مانند وثیقه با خود بردن، ولی اهالی کاریس نخواستن وثیقه دهن یا بر ضد اهالی ارتری و آتنی ها جنگ کنند. وقتی که اهالی ارتری از نزدیک شدن پارسی ها آگاه شدن، از آتن استمداد کردند و آتنی ها 4000 نفر به کمک آنها فرستادن، ولی در خود ارتری اتفاق و اتحادی نبود، زیرا قسمتی از اهالی تصمیم کردند از سنگ های زیر دروبه استفاده کرده و فرار کنند. قسمت دیگر از جهت طمع ترجیح دادن که شهر را تسلیم شاه پارس داشته و پاداشی بگیرند. چنان که گزنوفون گوید شخصی به نام گنگیل که طرفدار ایران شده بود از طرف دربار 4 شهر اعطا شد و اعقاب او این شهرها را در زمان اردشیر دوم هم داشتند. شخصی به نام اسخین پسر نوتون چون وضع را چنین دید به آتنی ها گفت به وطنهای خود برگردی، زیرا با این حال اهالی ارتی باعث فنای خودشان و شما خواهند شد. آتنی ها نصیحت او را پذیرفته و برگشتند. سپس قشون ایران به ارتی درآمد و اهالی نمیخواستند جنگ کنند، زیرا تصمیم کرده بودند فقط در پشت دیوارهای شهر به دفاع بپردازند. 6 روز جنگ در اطراف دیوارها دوام داشت و عده‌ای زیاد از طرفین کشته شدند. روز 7 اوفورد و فیلاگروس که از معروفین شهر بودند آن را به پارسی ها واگذاردند. پارسی ها به شهر در آمده و آن را غارت کرده و معابد را به تلافی کارهایی که اهالی ارتری در سار کرده بودند سوزانیدن و مردم را موافق امر داریوش اسیر کردند. پس از آن پارسی ها چند روز در ارتری استراحت کرده به طرف آتیک راندند. فشاری از نزدیک به آتنی ها دادند، زیرا می‌خواستند با آنها هم همان معامله کنند که با اهالی ارتری کرده بودند. سپس هیپیاس پسر پیزیستراد قشون پارسی را به دشت ماراتون برد. این دشت از جاهای دیگر آتیک برای عملیات سوار نظام مناسب تر و به علاوه به ارتری نزدیک تر بود. این همان هیپیاس است که پس از انقلاب آتن گریخته و نزد ارتافرن والی لیدیه رفته بود و همواره او را به جنگ با آتن تحریک کرده و می گفت که اگر به کمک این جبار آتن گردد خود را تابع دانسته و باج خواهد داد، بنابراین می توان تا اندازه ای او را مسبب این جنگ دانست. جدال ماراتون. مضامین نوشته های هرودوت راجع به این جدال چنین است: آتنی ها چون از آمدن قشون پارس به ماراتون آگاه شدند بدانجا شتافتند. لشکر آنها 10 سردار داشت و 10مین سردار میلتیاد پسر کیمون بود. کیمون همان کسی است که از ترس کینه ورزی پزیسراد پسر هیپوکرات از اینجا ترک وطن کرده بود. این همان میلتیاد است که در دانوب می گفت باید پل را خراب کرد تا داریوش راه بازگشت از سکائیه را نداشته باشد و با قشون ایران تلف شود. چنان که گذشت او از طرف ایران سمت جباری خرسنوس را داشت و 2 دفعه از خطر بزرگ جسته بود، یکی وقتی که فنیقی ها در تعقیب او بودند تا او را به دست آورده و به پارسی ها تسلیم کنند، و دیگر در زمانی که پس از مراجعت به آتن دشمنانش از این جهت که جبار خرسنوس بود به او حمله می کردند.
قبل از حرکت به طرف ماراتون، آتنی ها فیلیپید آتنی را نزد اسپارتی ها فرستاده تا کمک به طلبت و رسول تون رو روز دیگر وارد اسپارت شده و به لاسدمونی ها چنین گفت: لاسدمونی ها، آتنی ها می خواهند که شما آنها را یاری کنید و نگذارید که خارجی ها بر یونان دست یابد. ارتری در دست آنهاست و یونان از گم کردن این ولایت ضعیف گشته. اسپارتی ها گفتند: برای کمک کردن حاضریم، ولی امروز نهم ماه است و موافق عادت اسپارتی تا قرص ماه تمام نشده باشد نمی توانیم حرکت کنیم. در این احوال هیپیاس که قشون پارسی را به ماراتون هدایت می کرد، شب در خواب دید با مادرش هم بستر است و این خواب را چنین تعبیر کرد که به آتن مراجعت کرده و در آنجا حکومت را به دست گرفته و در کمال کهولت خواهد مرد، زیرا یونانی ها مادر را وطن تعبیر می کردن. روز دیگر هیپیاس را سرفه زیاد عارض شد و چون پیر بود و دندانهایش سست، یکی از دندانهای او افتاد و هرچند آن را جستجو کرد نیافت. در این حال در میان لشکر پارسی آهی کشید و گفت: این مملکت از آن ما نیست و ما آن را به دست نیاورده ایم، زیرا آن قسمت از یونان که می بایست به من برسد نصیب دندان من شد. وقتی که آتنی ها در ماراتون بودن، اهالی پلات ماننده یک نفر به کمک آنها آمدند. جهت این بود که سابقاً پلات در مقابل اهالی تب کمکی از اسپارتی ها خواسته بود و آنها جواب داده بودند: ما از شما دوریم، از آتن کمک بخواهید. سپس چون آتنی ها به آنها کمک کرده بودند، حالا اهالی پلات خواستن حق شناسی خود را نموده باشند. قبل از جنگ عقیده سرکردگان آتنی مختلف بود. بعضی عقیده داشتند که با قشون زیاد پارس نمیتوان جنگید و باید تسلیم شد، ولی میلتیاد میگفت باید بجنگی. بنابراین رأی گرفتن و چون اکثریت حاصل نشد و نزدیک بود بدترین عقیده اکثریت یابد، میلتیاد پیشنهاد کرد که پل مارکی انتخاب شود. پل مارک سومین آرخونت از آرخونت‌های نهگانه آتن بود و رجال درجه اول آتن را چنین مینامیدند. پس از آن با عدس رأی گرفتن و شخصی به نام کالیماک پل مارک گردید. سپس چون موافق یک قاعده قدیمی رأی پل مارک با رأی سرداری مساوی بود، میلیتار رو به وی کرده و چنین گفت: کالیماک، مقدرات آتن حالا در دست توست و بسته به رأی تو است که آن را در زنجیر کنی یا استقلال آن را تأمین و افتخار جاوید بیابی. از وقتی که آتن بنا شده، آتنی ها هیچگاه در چنین مخاطره ای نبوده اند. اگر از مادی ها شکست یابند، باید به هیپیاس تسلیم گردند و عقوبت هایی که تحمل خواهند کرد قطعی است. هرگاه فاتح شوند، اول شهر یونان خواهند بود. اکنون چگونه سعادت و بدبختی جمهوری در دست تو است و من تشریح می کنم. ما سرداران حسیاتمان یکی نیست، بعضی خواهان جنگند و برخی بر ضد آن می باشند. اگر این حال دوام یابد، بین آتنی ها اختلاف خواهد افتاد و بر اثر آن به طرف مادی ها خواهند رفت. ولی اگر ما جنگ کنیم و خدایان بی طرف بمانند، زودتر از آن که خیانت در میان آتنی ها بروز کند فاتح خواهیم بود. تصمیم بر جنگ حالا در اختیار توست. اگر تو رأی خود را موافق رأی من دهی، استقلال وطن ما محفوظ و جمهوری ما اول جمهوری یونان خواهد بود. هرگاه رأی تو برخلاف آن باشد، از تمام مزایایی که شمردم محروم خواهیم ماند. پس از این نطق کالیمالک رأی خود به جنگ داد و اکثریت آرا برای جنگیدن حاصل شد. پس از آن سپاهیان یونانی صفوف خود را آراستند و بدین ترتیب که آتنی ها در میمنه به سرداری کالیماک جا گرفتند.
بعد از آنها طوایف دیگر موافق مقامی که داشتند و در میسره اهالی پلاته یا پلاته ایستادند. وقتی که صفوف آراسته شد معلوم گردید که صف جنگی آتنی ها مساوی صف جنگ مادی هاست. هرودوت کلمه مادی را به جای پارسی زیاد استعمال کرده، ولی قلب صف ضعیف است و جناح راست و چپ قوی. پس از آن آتنی ها تفعل زده از نتیجه آن امیدوار شدند و از جا حرکت کرده و دوان به قشون پارسی حمله کردند. مسافت بین دو قشون 8 استاد بود. پارسی ها از شتاب آنها در حیرت شدند، زیرا بی سوار نظام و با عده قلیل حمله می کردند. بنابراین پنداشتن که یونانی ها دیوانه شده اند که رو به مرگ حتمی می روند. ولی آتنی ها همین که به خارجی ها رسیدن تنگ به یک دیگر پیوسته و کارهایی کردند که فراموش شدنی نیست. سپس هرودوت گوید: به قدری که به خاطر دارم آتنی ها اول مردم یونان بودند که دوان حمله به دشمن کرده و بی ترس به لباس مادی نگریستند و توانستند به سربازان مادی یعنی پارسی نگاه کنند، زیرا تا آن زمان از اسم مادی یونانی ها دچار وحشت می شدند. جنگ سخت بود و به طول انجامید. بالاخره پارسی ها و سکاها که در قلب قشون بودند قلب قشون یونانی را شکافتند و از این بهره مندی خود استفاده کرده و یونانی ها را به طرف خشکی راندند. در این احوال جناحین قشون یونانی به جناحین قشون پارسی غلبه کردند، ولی به تعقیب فراری ها نپرداخته و قوای خود را جمع کرده تا متفقاً بر ضد پارسی ها و سکاها عمل کنند. بر اثر این کمک غلبه با آتنی ها شد. پارسی ها به طرف دریا فرار کرده، یونانی ها آنها را تعقیب کرده و به کشتی ها رسیدن و خواستن آنها را آتش بزنند. ولی پارسی ها پافشردن و چند نفر از سرکردگان آتنی که از جمله کالی مالک بود کشته شدند. آتنی ها توانستند فقط 7 کشتی بگیرند. باقی کشتی ها با سپاهیان پارسی حرکت کرده و به دریا رفتند تا از راه نزدیکتری به آتن حمله بردند و آن را زودتر از اینکه آتنی ها برسند اشغال کنند. با این مقصود سونیوم را دور زده و به فالرون در آمدن و بعد قطری در آن توقف کرده و به آسیا برگشتن. مورخ یونانی گوید که آتنی ها از رفتن سپاهیان پارسی به دریا دریافتن که آنها می خواهند از راه نزدیکتری حمله به آتن کنند. این بود که با سرعت خود را به آتن رسانیدن تا شهر را محفوظ دارند. در آن زمان گفته می شد وقتی که پارسی ها در کشتی بودند، شخصی از یونانی ها در بلندترین نقطه ای از شبه جزیره آتیک سپری بلند کرده بود تا خالی بودن آتن را از مدافع به سردار پارسی ها اطلاع دهد. بعضی یونانی ها نسبت این خیانت را به خانواده آلکمئونید می دانند، ولی هرودوت این نسبت را رد کرده و می گوید چون خانواده مزبور بر ضد جبارها و هیپاس بود، ممکن نبود از این خانواده چنین خیانتی سر بزند. اسپارتی ها پس از روز 14 ماه به عده 2000 نفر حرکت کرده و به آتیک شتافتند. ولی وقتی رسیدند که جنگ خاتمه یافته بود و برای تماشای اجساد پارسی ها به ماراتون رفتند. اگرچه هرودوت ساکت است، ولی پلوتارک نوشته که 2 نفر از رجال آتن، آریستید و تمیستوکل، جزو سرداران بودند و آریستید روزی که نوبت فرماندهی او رسید حق خود را به میلتیاد واگذار کرد و سایر سرداران همچنین کردند. سپس آن 2 نفر حملات سخت به پارسی ها کرده و آنها را عقب نشاندند. پس از جنگ آریستید را یونانی ها در محل گذاردند تا اشیا و اسبابی را که پارسی ها جا گذاشته بود جمع آوری کند.
او مقداری طلا و نقره و چند دست یراق اسب و غیره یافت و تمامی اشیا را بی اینکه چیزی از آن برای خود بردارد به آتن تسلیم کرد. این دو نفر چنان که بیاید بعدها اشخاص نامی در آتن گشتند. هرودوت گوید عده مقتولین پارسی ها 6000 و تلفات یونانی ها 192 نفر بود. دنیای کتاب صوتی